من تا چیزی رو به تو نبینم وعده ای رو بهت نمیدم. کردی مرا پیروز در روز قیامت. طوفان های زندگی توی زندگی های ما زیاده. مثلا میگم چه طوفانی؟ میگه ما بیمار میشیم، نمیدونم بی پول میشیم. خدای ما خدای معجزه است. ای ساکن جلال اندر حضور تو. خدای ما خدای مهیا کننده است. از نزد خدای پدر فرشته شد نازل. من که در حضور شما هستم و میتونم امروز کلام خدا رو با عزیزانی که شنونده هستن در این لحظه در میون بذارم. بزرگترین ثروتیه که خداوند به هر کسی میتونه داده باشه و اون محبت خود خدا. مشکلم در برابر خداوندم خیلی کوچیکه. و من اینجا خب تمیز شدم. بگذار بریزد آن روحت از بالا. تلویزیون ایمان میخوام بهتون بگم هدفش از اول که برنامه بوده چی بوده؟ بشارت بوده، شهادت ها بوده و دعا. باران بیداری لمس کن قلبم با روح تو. خداوندم ای منجیم. فراوان خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ایمان به مسیح و تلویزیون عصر امروز، خدا رو شکر میکنم برای این هفته که عزیزان تقریبا نزدیک به عید هستیم. عید سال نو، عید ایرانی، عیدی که عید با شکوه، عید جشن و شادی. ولی متاسفانه توی ایران ما دیگه اون جشن و شادی، اون خوشی ها نیست. برای چی؟ برای اینکه مردم واقعا دعا نمی کنن، شکرگزاری نمی کنن، خدای حقیقی و واقعی رو نمی شناسن. به خاطر همین اگر دقت کرده باشید، در دنیای مجازی سری زده باشید، هر روز خبرهای بدی میشنویم و این واقعا تکان دهنده است. قلبهای ما رو به درد میاره. هر چی که باشه ایران وطن ماست. هر کجای دنیا که باشیم ایران برای ما همون وطن جاودان است، چون ما به اینجا تعلق نداریم. ما به این سرزمین مثل یک مهمانیم. تمام کسایی که مهاجرت کردن به کشورهای مختلف به نظر من مهمانن توی اون کشور. پس وطن اصلی ما و سرزمین ما ایرانه. عزیزان بیایید برای ایرانمون در دعا باشیم. امروز با مزامیر 65 شروع می کنم. ستایش و شکرگزاری. ای خدا شایسته تو که تو را در صهیون ستایش کنیم و آنچه را که نذر کرده ایم ادا نماییم، زیرا تو خدایی هستی که دعا میشنوی. همه مردم به سبب گناهانشان نزد تو خواهند آمد. گناهان ما بر ما سنگینی میکند، اما تو آنها را خواهی بخشید. خوشا به سعادت کسی که تو او را برگزیده ای تا بیاید و در خیمه مقدس در پیشگاه تو ساکن شود. ما از همه نیکی های خانه مقدس تو برخوردار خواهیم شد. عزیزان فقط میتونیم دعا کنیم و شکرگزاری. تنها کاری که ما میتونیم برای عزیزانمون در کشورمون انجام بدیم دعاست. با اتحاد، دعای با اتحاد، یک دلی، دلی که با هم تعهد داشته باشه، پیوند خورده باشه و واقعا برای دعا به نظر من، چون کلام خدا میگه دعا با دعاست که میتونی کوها رو جابجا کنی و دعا قدرت داره، قدرت بسیار عظیمی داره. شکر میکنم برای این امروز که مهمان عزیز داریم مثل هفته گذشته، خواهر عزیزمون سهیلای هاشمی.
پاستر سوهیلا از کشور آلمان، خدا رو شکر میکنم واقعا با پری قلبشون هر وقت بهشون گفتیم این دعوت رو پذیرفت و مهمان عزیز خانه های گرم پر از محبت شما عزیزان شد و ایمان دارم که شما هم با استقبال باز از خواهرم پذیرایی خواهید کرد. پذیرایی نه به قول معروف که بخواید سفره پهن کنید، پذیرایی از کلامی که به شما امروز هدیه میده، برکت زندگی های شما باشه. سلام میکنم به خواهر عزیزان. با سلام خدمت عزیزان، خدا رو شکر میکنم بینندگان عزیز و خادمان این برنامه های تلویزیونی، از تک تک شما سپاسگزارم که اجازه دادید یک بار دیگه در خدمت شما و هم خدمت با شما نازنینان باشم. خدا رو شکر میکنم. خواهر عزیزم آرمان جان، در مورد عید نوروز گفتید، عید باستانی ما، این جشن عظیم، قلب من یک لحظه تپید، گفتم ای کاش که ما تک تکمون به جای اینکه خانه هامون رو خانه تکانی بکنیم، قلب هامون رو، این قلب های ما یک تکانی بهش خورده بشه و قسمت هایی که تاریک باقی مونده در اختیار خداوند قرار بدیم، باشد که روح القدس رو دعوت بکنیم که به خانه قلب ما بیاد و این خانه قلبمون آنجاهایی رو که پنهان کردیم، آنجاهایی که تارنکبوت سالهای گذشته توش باقی مونده، رفتارهامون، اعمال تکراریمون و آنچه از خدا نیست رو بگیم امشب آرزو میکنم در قلب من اینه که این خانه تکانی در فکر ما باشه و در قلبمون قرار بگیره. و همینجور که گفتید ما ایرانی هستیم، موتن اصلی ما ملکوت خداونده، در این جهان هممون غریبیم، ولی اراده خدا اینه که تک تک ما او رو به دیگران نمایان کنیم. امروز هر کدوم از ما کاهنان هستیم که صدا شدیم تا عیسی مسیح رو به عنوان تصویر زنده و محبت زنده اول خودمون زندگی کنیم، بعد به دیگران معرفی کنیم و این حقیقت رو که دعا کنیم و قدرت عظیم دعا هر روز اجازه میده که ما شاهد باشیم برای نجات جانها. تقریبا یک ساعت پیش یه خانمی از ایران، چند وقتی بود با هم دیگه صحبت میکردیم، قلبش رو داد به عیسی مسیح. خدا رو این حقیقتیه که خداوند در زمانهای آخر خودش و روح اوست که با انسانها ملاقات میکنه و این قدوس 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 فریادیه که از وجود ما میاد. امشب جشن عظیمی در آسمانه، البته برای ما توی اروپا شبه، برای شما روزه. جشن عظیمیست که فرشتگان دارن اون نوار و اون صدای پرستش رو بلند میکنن، چون یک نفر گم شده بود و امروز پیدا شد. و توی کلیسا ما هر هفته حداقل شاهد هستیم که تعداد بسیار زیادی ایمان میارن، چون خدا با اونها ملاقات کرده. یه خواهر عزیزی رو دارم امروز نقاشی بسیار زیبا، تصویر خداوند رو، اون تجربهش رو روی بوم کشیده بود و آورده بود برای کلیسا. این دومین تصویر بسیار زیبا و پر از روح و ایمان دارم که خداوند، خدای زنده قادر مطلق، امروز هم جانهای بسیاری رو از اسارتهاشون رو آزاد میکنه. اگه اجازه بدید من دعا بکنم. خواهر جان سپاسگزار میشم از تو. ای پدر جان، به نام عیسی مسیح به حضورت آمدیم و با روح توبه کار که کم دعا میکنیم. تو خدای زنده پدر نهان بین هستی و از قلبهای ما آگاهی. هر آنچه که ما کم میکاریم و کم میذاریم، خداوند خدای زنده امشب مدیریت این برنامه رو به عهده بگیر، باشد که مطابق وعدت که گفتی در زمانهای آخر روح خود را بر زنان و مردان، پیران و جوانان و کودکان میریزم، غلامان و کنیزان، امشب در این ساعت روح تو باشه که قلبهای بسیاری رو لمس بکنه، در خواب و رویا مردم تو رو ببینن و دانه های محبتی که کاشته شده و دعاهایی که تا
این سالهای اخیر 2000 سال دعا و قدرت عظیم دعا رو مردم تجربه میکنن، باشد که امروز و توی این ساعت خدای زنده ای قادر مطلق مردم ایران، فرزندانی که در تنگی ها و سختی ها هستن، اون ملاقات تو رو داشته باشن که یه لمس تو میتونه زندگی ها رو تغییر بده، همجور که من و ما رو تو زندگیشو ورق زدی. امشب باشد که در این لحظه جانها نجات پیدا کنه، رو در روی با تو رو تجربه کنن و اون نور حضور و وجود تو، امید و محبت تو جانها رو لمس کنه تا این غبار تلخ تباهی، تاریکی، این لباس عزا از وجود پارسی زبانان بریزه که تو قدرت و قوت ما هستی و اون صخره هستی که میتونیم توش امنیت پیدا کنیم و روی کلام تو و وعده امین تو باقی بمونیم. به نام عیسی مسیح آزادی، سلامتی و روح راستی رو برای تک تک وطنانم طالبم، مخصوصا برای بیوه زنان و یتیمان. امشب با تمامی وجودم دعا میکنم که توی خدای زنده دست مبارکت رو بر زندگی اونها قرار بدی، اون قدرت شفا و آزادی تو برای اسیران. ای عیسی مسیح، تو آمدی تا اسیران رو آزاد کنی، اسیران به اعتیاد و تمام آنانی که توی تاریکی هستن، امشب به اقتدار نام تو عیسی مسیح میطلبیم که اون آزادی درشون صورت بگیره و اون قدرت شالوم، اون دولت شفا بر روی فرزندان ایران به نام عیسی مسیح جاری باشد و بماند و چتر حفاظت تو بر روی سر خادمانی که در کشور ایران دارن زحمت میکشن، اون خادمانت رو، اون حصار امنیت تو و لشکر فرشته های تو دور تا دور حصار زندگی اونها رو بگیره و تمامی شرارت های شریر و تیرهایی که به طرف اونهاست به طرف خود شریر برگرده. به اقتدار نام عیسی مسیح اون صلح، سلامتی و شالوم بر تک تکشون قرار بگیره. آمین و آمین. آمین آمین. خدا رو شکر واقعا برای خداوند و برای قدرت دعا و برای خواهر عزیزم که واقعا زن دعاست. من خیلی وقتا میشه زنگ میزنم خواهر، یادتون نره حتما برای خواهر زری عزیز توی ایران دعا کنیم که ایشون یه عمل دیگه دارن، خداوند جواب بده و دست قدرت خداوند، دست شفای خداوند روی این عزیزمون قرار بگیره و دل خودش و خانوادهش و عزیزانی که ازش دورن و شاد کنه، فرزندش رو در کانادا دلش رو شاد کنه. خواهر عزیزم، میخواستیم یه خورده دربارهش امروز سوال و جواب و پاسخ داریم، چون عزیزان میگن خواهر مونا، تماس میگه خواهر مونا، کشش ها همه چند تا سوال کردن، کشش ها که میان چقدر هزینه میکنن برای این برنامه. مطمئن عزیزان هیچ کشش و هزینه نمیخواد بده، پولیمان دریافت نمی کنیم. خدا رو شکر برای کلیه قلبشون که قلب دهنده سخاوتمندانه کلام خدا رو دارن، که این کلام میگه ما مفت گرفتیم و مفتم میتونیم به دیگران بدیم. خدا رو شکر میکنم که با کلیه قلبشون میان کلام به شما عزیزان هدیه میدن و خدمتی که خداوند و خواندگی که خداوند به این عزیزان داده. به کششای عزیز، کسایی که اگه میتونید برنامه بیاین تماس بگیرید، مطمئن باشه این تلفن هیچ حتی یک سنت از شما ها نمیگیره. با کلیه قلب این در عزیزان ما بازه، به خاطری که واقعا این نه از من بوده، نه از فکر من بوده، نه از قلب من بوده، بلکه این رویایی بوده که پدر آسمانی خودش داده و خودش بنا کرده. درسته. خودم هزینه‌اش رو میدم، بر روی زمین مدیریت میکنم از این تلویزیون، برای مدیر اصلی این تلویزیون عیسی مسیح خداوند، همونطوری که اسم زیبای تلویزیون ایمان به مسیح. خواهر سویدا، ما امروز درباره شبانهای خود سوال و جواب داشته باشیم، چون عزیزانی که تماس میگیرم میگن خواهر ما کلیسا میریم، کلام رو میشنویم و خودمونم میخونیم، بیشتر سوال دارم.
من از من تا این که بخوام براشون کتاب مقدس رو باز دارم و آیه بدم. من سویلا سال میکنم که این شبانانی که توی کلیسا خداوند این عزیزان رو خونده برای خدمت، خیلی ها میرن و جفا میبینن. من میخواستم شما چون خودتونم یه شبان و یه پستر هستید در کشور آلمان، شما بیشتر حالا هم با کلام خدا برای این عزیزان باز کنید، هم اگه توضیحی دارید که بیشتر این عزیزان کلامو بگیرن. در معنی کلیسا رو شاید ما بهتر باشه بدونیم چیه. هر جا که دو یا چند در یک جماعتی جمع میشن به نام عیسی مسیح، اونجا کلیساست. خب دفعه قبل هم خواهر جان ما با هم دیگه صحبت کردیم، من واقعا بازم توبه میکنم و معذرت میخوام از تمام عزیزانی که آسیب خوردن توی کلیسا. من رو ببخشید اگر خیلی بیرو درواسی صحبت میکنم. خادمانی که تعلیم ندارند و یه مسیر کوتاه بوده بعد از ایمانشون و یه ادعای بزرگ، انسان میتونه به انسانهای دیگه آسیب بزنه وقتی معنی محبت رو هنوز متوجه نشده یا معنی بخشش رو. اینا همه تمرینه. من واقعا توبه میکنم به نام عیسی مسیح اگه عزیزانی از شبانان آسیب خوردن. ولی خب یه حقیقتی وجود داره. من بارها بارها چه تلفنی چه شخصا عزیزانی که از ایران اومدن به من گفتن که شبان بودن توی ایران. و جالب اینجاست که وقتی ازشون میپرسی خب شما پیش کی تعلیم گرفتید، چه مقدار تحصیلاتتون بوده، و حتی خیلی ها هستن که میگن شبان بودیم ولی عهد عتیق رو اصلا نخوندیم یا مثلا یه قسمت از عهد جدید رو در دسترسمون بوده. شبان اصلی ما خود عیسی مسیحه و یه الگوی رفتاری به ما داد که این شبان اعظم با پرداخت جان خودش، اون هزینه کفاره گناهان ما رو بخشیده. و بالاترین چیز اینه که هر کدوم از ما قبل از اینکه یه ادعایی رو بکنیم یه تمرینی رو داشته باشیم. من نمیتونم بگم چیزی هستم زمانی که اون بها رو پرداخت نکردم. محبت یاد گرفتنیه و در خدا ما باید یاد بگیریم به همون نسبت چیزی رو که داریم میتونیم با دیگران تقسیم بکنیم. وقتی من خودم هنوز از ذات خدا لبریز نشدم نمیتونم ادعایی رو داشته باشم. چجوری میتونم چیزی رو که ندارم با دیگران تقسیم بکنم؟ عیسی مسیح پای شاگردانش رو شست. پس وظیفه یه خادم در اولین قسمتش خواهر جان فکر میکنم اینه که یاد بگیریم غرور و شخصیت کاذب خودمون رو کنار بذاریم. اول مردم رو به چشم خدا ببینیم. خدا به خاطر تک تک انسانهایی که ایمان آوردن روی صلیب جان داد و مرد. پس این انسانها خیلی با ارزشن. و مشکل شاید دو طرف باشه، عدم تعلیم اون شبان و عدم تعلیم شاگردان. چون من هر دو صحنه رو، هم شاگرد بودم یه روزی، هم یه عضو عادی بودم یه روزی، و هم خدمتکار مردم هستم و یک خادم مثل یه غلام برای عیسی مسیح، البته در خدمت خداوند و اراده او. اینجا یه برداشت اشتباه نباید بشه. خادمان هم انسان‌هایی هستن که اراده خدا رو قرار اجرا کنن، نه اراده خودشونو. کلیساهایی که امروز هست، امروز مثل قارچ داره هی رشد میکنه و وقتی یه نفر تعلیم نداره آسیب میزنه. من فکر میکنم توی مسیر ایمان خیلی ها هستن که آرزو و ادعای چیزی رو میکنن ولی ادعا با عمل دو چیز مختلفه. و
ثمره ایمان، اون میوه روح القدس، اون آرامش، اون سلامتی و اون خوشی در شخص باید اول باشه تا بتونه با صبوری دیگران رو، با مهربانی و نیکویی دیگران رو بپذیره. و عزیزانی که مشکلی دارند، چقدر خوبه شخصا با خود اون خادم اول صحبت بکنه. من ازتون خواهش میکنم اتفاقا که این حق رو به اون شخص بدید که ایراد کار رو بشنوه و اگر اشتباه کرده باشن 100% یه خادم هدایت روح القدس رو داره و 100% حالا در پی او، در پی اون ایراد خواهد بود که اون ایراد برای بار دوم تکرار نشه خواهد شد. بعد و حتی چند بار تذکر دادم میگه هی یا مسیح شدم یا تماس گرفتم برادر خواهر آخه هی بزنگ میزدم که بیا کلیسا، چرا این هفته نیومدی، چرا توی جلسه با بیرسولده نمیان، گفته بوده که آخه چه کلیسایی، من اگر توی خونه خودم بشینم با خلوت خودم با خدای خودم راز و نیاز کنم خیلی بهتره در تا در کلیسایی که واقعا درونش گناهه و شما گناه رو میبینید، ولی به خاطر اینکه اعضای کلیساتون رو دست نده و کلیسا عضویتش کم نشه سکوت میکنید و میگه داوری رو دارید به دست خدا، ولی فکر نکنم کلام خدا اینقدر راحت، این کتاب آسمانی به نظر من اینقدر راحت از این چیزا نمیگذره و عیسی مسیح هم حتما راحت از این چیز گذشته به خاطر گناهی که تو کلیسا باشه خادمی، فقط به خاطر اینکه اعضای کلیسا کم نشن 200 نشن 50 تا سکوت میکنن و حتی تذکر نمیدن، حتی طرف رو کنار نمیکشن یا باشه که بهش بگم خب اینجا جای گناه نیست، اینجا معبد خداونده، اینجا خیلی قدوس و پاکه. اول ما معنی گناه رو یه بار با هم دیگه نگاه کنیم. گناه یعنی شکستن یه عهد، یعنی شخصی که گناه میکنه اول عهدش رو با خدا میشکنه، درسته؟ دقیقا. و خدا به ما یه چارچوب اخلاقی داده، موضوع این نیست که ما توی شریعت یا شریعتگرا بشیم، چون باید یه چیزی حد تعادل خودش رو حفظ بکنه، یعنی ما به فیض عیسی مسیح تک تک ما گناهکارانی بودیم که به واسطه خون عیسی مسیح نجات یافتیم. و عیسی مسیح برای من 28 سال پشت در قلب من ایستاد، نه؟ و برای شما هم 100% سالهای بسیار ایستاد تا کفاره گناهان ما رو، هر کدوممون حالا یکی 28 سال، یکی 30 سال، یکی 15 سال طول کشید تا ما خودمون آماده باشیم تا راه علاج رو دریافت بکنیم. هر گناهی رو که اعتراف نشه در قلب ما سخت میشه، یعنی کسایی که پافشاری میکنن روی گناه قلبشون سخت شده و از برکت فیض جدا میمونن. اعتراف به گناه اهمیت خیلی بالایی داره توی مسیحیت. من فکر میکنم که ما باید یک بار دیگه به عنوان مسیحیان زیربنای مسیحیت رو ببینیم چیه. البته اون عزیزی که توی کلیسا نمیره به دلیل اینکه دیگران گناه میکنند، خب گناه دیگران که به حساب این عزیزان نوشته نمیشه، یک. ولی یه مثلی داره کلام خدا، میگه ملکوت آسمان در انجیل متی
باب 13 از آیه 24 به بعد میگه ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشته. چون مردم در خواب بودند، دشمنش آمده در میان گندم کرکاس ریخته برفت. وقتی که گندم رویید و خوشه برآورد، کرکاس نیز ظاهر شد. پس نوکران صاحبخانه آمده به وی عرض کردند: ای آقا، مگر تخم نیکو در زمین خیش نکاشته ای؟ پس از کجا کرکاس به هم رسید؟ ایشان را فرمود: این کار کار دشمن است. عرض کردند: آیا میخواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ فرمود: نه، مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها برکنید. کرکاس و گندم بغل هم رشد کردن اونجا، نه؟ در آیه 30 میگه بگذارید هر دوتا تا وقت حصاد با هم نمو کند و در موسم حصاد دروگران خواهم گفت که اول کرکاس ها را جمع کرده آنها را برای سوختن بافه ها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. مزد گناه مرگه و تک تک ما میدونیم که این گناه در سه حالت وسوسه جسم، چشم، غرور زندگانی میتونه در زندگی همه ما باشه. حتی ایمانداران قدیمی هم میتونن اشتباه بکنن، گناه بکنن، ولی موضوع اصلی اینه که ما داوری نمیتونیم بکنیم. توی کلیسا ما امر به معروف نهی از منکر نداریم 100%. که چرا توی کلیساهای دیگه اینجوریه من نمیدونم، چون من اونجا ناظر اون کلیساها نیستم، ولی آنچه رو که تا به امروز دیدم اینه که یه خادم وفادار به کلام خدا وقتی چارچوب حقیقت رو میشناسه، سعی میکنه توی اون چارچوب حقیقت اول خودش زندگی کنه و بعد اون چارچوب، اون الگوی اساسی و زیربنای مسیحیت رو بیاره و توی کلیسا که جماعت مقدسینه اعلام بکنه، خودش زندگی بکنه و الگوی بشه برای دیگران که اونها هم اون رو زندگی بکنن. بازم میگم همه ما انسان هستیم و امکان داره اشتباه بکنیم، و دقیقا تو کتاب مقدس کلام خدا میگه زنی بوده که برای زنا او رو گرفتن، یک زن رو، اون مردی که همراهش بود نیاوردن، فقط اون زن رو آوردن. عیسی مسیح میگه سنگ اولو هر کی بزنه که خودش گناه، این گناه رو نکرده، نه؟ دقیقا. ما هممون انسانیم و هیچ کس نمیتونه در تنهایی قدوسیت و عدالت رو یاد بگیره. اون عزیزی که با کلیسا مشکل داره و فکر میکنه دیگران گناهکار هستن، به نظر من نگاه بکنه در زمانی که خودش تنهاست هیچ الگویی نمیتونه برای کسی باشه. زمانی میتونه ایمانش رو و میوه روح القدس رو به دیگران، اون نوری باشه که در تاریکی دنیای اطراف رو منور میکنه که در جماعت قرار بگیره. شاید خود این شخص باید الگویی باشه توی رفتارش تا اون خادمان نیز یاد بگیرن. همه ما، همه ما انسانیم و همه انسان ها میتونن اشتباه داشته باشن، و من خواهش ازتون میکنم برید و با اون شخص صحبت کنید. مسیحیت اینه که ما در مورد دیگران صحبت نمی کنیم، بلکه با دیگران صحبت می کنیم، چون در غیر این صورت میشه غیبت کردن، در صورتی که کلام خدا میگه این شماسان، این خادمان باید ازشون اطاعت بشه، و این شماسان و این خادمان حتی باید در یه برکاتی از کلیسا قرار بگیرن. آمین. آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر.
تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر مرا ببر به عمق‌هایم عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر مرا بخوان به ژرف‌هایم عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر بگذار درک کنم فیض تو را عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر بگذار بشنوم قلب تو را بر وعده‌های تو می‌سازم زندگیم را من ای پدر عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر این مکاشفات آسمان عمیق‌تر کمی عمیق‌تر این نیایشم ز قلب و جان عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر این پرستشم به سوی تو عمیق‌تر کمی چشیدن حضور تو به فیض و رحم تو می آیم من به نزد تختت ای کنم فرزندیم عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر بگذار کشف کنم آزادیم عمیق‌تر کمی عمیق‌تر بینم کیستم در نگاه تو عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر درک کنم هستم میراث تو هدف از بودنم حیات و زیستنم تنها تویی پدر مبهوت از محبت و عشق تو بس از این تر از درج من فدیه دادی
خدا رو شکر برای این سرودهای پرستشی که واقعا قلب آدم رو تکون میده، با قلب آدم حرف میزنه. عزیزان من هزاران هزار بار گفتم، اگه هر دفعه توی برنامه بگم بازم کمه، چون من خودم واقعا با یه سرود پرستش قلبم لمس شد. زمانی که به امارات رفته بودم و توی کلیسا رفتم، اون سرودی که میگه تو قدوس و پاکی، واقعا این سرودا خیلی عزیزان و غیر از خودم شدن که میگن خواهد بودا با یه سرود قلب شد. یعنی خداوند همه جا هست، با یه سرود، با یه کلمه صحبت از زبان خواهرم سویدا بشنوید، از تلویزیون ها بشنوید، کلام خدا رو بهتون هدیه بدن. خدا واقعا پشت در قلب ما ایستاده و در میزن منتظره که ما در روش باز کنیم. از زن ما یکی سیستممون خراب بود، اینجا برکت میدم به برادر عزیزی که بیمه خود همین تلویزیون ایمان به مسیح این عزیز مبلغ پول رو هدیه کرد که ما بتونیم دستگاه رو درست کردیم. هفته گذشته اگه یادتون باشه آخرای برنامه میدم به تمام سیستمای ما به همه، زمانی که خواهرسویلای عزیز خواست دعا کنه برای تمام پناهنده ها و کسایی که واقعا مشکل خانوادگی دارن، مشکل جدایی دارن، بیماری دارن، دستگاه ما کنست ما مفهمه. ولی خدا رو شکر میکنم برای کلی قلب عزیزی که الان 3 ساله از این تلویزیون قلبش رو به عیسی مسیح خداوند داده. بعض وقتا واقعا کمک میکنه و مشکل تلویزیون رو حل میکنه، با ما همدل و همراهه. نمیخوام بگم اون چیزی که در توانشه. خداوند میگه همون یه دونه سکه پیرزن رو برکتش داد. من امروز این برادر عزیزم رو برکت میدم با پوری قلب و از خداوند میخوام که دستای قدرتمندش رو روی بیزینسش قرار بده، سلامتی رو از درگاه خداوند برای خودش و اعضای خانوادش میطلبم و از خداوند میخوام که عزیزان شما هم میتونید اگه خدا قلبتون رو لمس کرد و واقعا دست دهنده دارید، میتونید با شماره تماسی که روی تلویزیون هست با تلویزیون ایمان به مسیح تماس بگیرید. شما که به ما زنگ بزنید، ما شماره ای به شما نمیدیم، شماره حساب خودم رو نمیدم، شماره حساب خود تلویزیون ایمان به مسیح رو میدم. اگر دوست داشتید میتونید شما در این کار عظیم خداوند، در این کار ملکوت شما هم شریک باشید. خواهر سویلا میخوایم باز یه سوال دیگه از شما الان، خب مثل برادر عزیزم فیروز زنگ که خواهر مونا همه سوال جواب داره. وقتی بعد از این وقت دارم میره همش میخواد سوال کنه. خواهر سویلا عزیزی تماس گرفته بود از کشور ترکیه درباره خیلی کلیساهای ایرانی و خیلی عزیزان خادمین ایرانی که از کلیسا به عنوان بیزنس دارن استفاده میکنن و واقعا کلیسای خداوند بیزنس نیست. ما میخواییم بیشتر با کلام خدا خواهد، زمانی که خود خداوند میاد و میگه که جمع دم و دستگاه تو آمین و خداوند کلیسای اولیه خودش رو میخواد. میخواییم برای عزیزمان توضیح بدیم که واقعا الان مدتیه که داره با این موضوع ها دست و پنجه نرم میکنه و همش هی داره و همه راهی میزنه که ببینه، میگه میخوام ببینم چجوری میتونم حرفامو برسونم به کلیساها. اوکی، از این لحاظ که بیزنس شده براشون، منظورشون این بود، درست متوجه شدم سوالو؟ دقیقاً. حمیدو میفروشن، یعنی حمیدو اینجوری که صحبت می‌کنه حمیدو تعمیر شده، برای تعمیر پولی شده واقعاً اصلاً من که اینجا میمونم. متاسفانه ناظری بر اعمال کلیساهای ترکیه مثل این که نیست و اونها باید، هر ایمانداری، هر کلیسایی باید زیر اقتدار باشه و اگر کلیسا ایرانیه 100% باید زیر اقتدار شبانان دیگه باشه، ناظران کلیسا باشه، و اگر اروپایی هم همینطور، چون ما کلیساهامون کاملا تحت اقتدار برنامه ریزیه. من نمیدونم توی ترکیه خیلی چیزا اتفاقات میفته و اون بازم تکرار میکنم حقیقتا
که ایمانداران جوان دارن خدمت میکنن، چون خیلی اشتباهات هست و کلام خدا واضح به ما نشون میده که عیسی مسیح دو بار خانه خدا رو، اون معبد رو تطهیر میکنه، پاکسازی میکنه و هر دو بار، دفعه اول که تازه شروع میکنه به خدمتش، اگه نگاه بکنیم بعد از عروسی قنا بلا فاصله نوشته تطهیر خانه خدا در انجیل یوحنا باب 2، میبینیم که وقتی که زمانی بوده که توی اورشلیم عید فسح بوده و توی هیکل خانه خدا فروشندگان اومده بودن، کبوتر و گوسفند و صرافا اومده بودن ارز رو تبدیل میکردن، چون هر مرد بالای 20 سال وقتی میومد اورشلیم باید دهیکاش رو میآورد و مالیات خانه خدا رو میداد و این صرافان خب اونا با ارز کشور خودشون میومدن، محل زندگی خودشون میومدن، این صرافان نازنین هم از توبره میخوردن به اصطلاح، هم از آخر. و یک بار عیسی مسیح وقتی عصبانی میشه، ناراحت میشه، ما میبینیم که خانه پدریش رو، خانه پدر رو میگه محل تجارت کردم. به چه دلیل عیسی مسیح توی این خشم قرار گرفت؟ اول که کاهنان برای درآمد بیشتر این انسانها رو، این صرافان رو، این کبوتر فروشا رو اجازه میدادن که داخل حیات اون خانه خدا بیان، وارد بشن، یعنی هیکل توی اورشلیم. و دوم این که اونها هم سوء استفاده میکردن. پس کاهنان برای اینکه درآمد بیشتری داشته و مالیات بر درآمد میگرفتن، اینا رو راه میدادن و اینا هم از توبره میخوردن، هم از آخر. و کسایی هم که اونجا میز گذاشته بودن و کبوتر میفروختن یا گوسفند میفروختن، هم قیمت ارز رو کم میخریدن و اون گوسفند یا اون حیوان قربانی رو بیشتر از قیمت معمولی میفروختن، گرونتر میفروختن. حقیقت اینه که ما در این دنیا ساکن هستیم و مردم این دنیا از آب هم دارن کره جمع میکنن. مردم این دنیا چه کار ما میتونیم بکنیم؟ چه دلیلی داره کسی که نامه فعالیت میخواد بیاد پول بده؟ اینو به من بگید. چه داد و ستدی این وسط هست؟ دوز رو ما دوز بار میاریم. من فکر میکنم که یهوداهای بسیار زیادی امروز توی کلیسا هستن. یهودا از قریوتی از مال که برای خدمت خداوند اون عیسی مسیح بود، از اون خزانه بر می داشت. ولی عیسی مسیح او رو بی آبرو نکرد، اجازه داد، گفت اون کاری که باید انجام بدی انجام بده و برو. از طرف دیگه به هر حال یه کلیسا مخارج داره، منو ببخشید، ما نمیتونیم همه چیز رو به صورت مجانی ازش استفاده بکنیم. ما شانسی که آوردیم توی اروپا یک کلیسای آلمانی محل ما رو ازمون اجاره نمیگیره. خب ما کلیسامون از نظر مالی یه مقدار جلو هستیم، ولی اگر مثلا چه میدونم قهوه، چای، غذا، چون هر هفته غذا دادن به عزیزانی که از راه‌های دور میان وظیفه خودمون میدونیم، یا خریدن کتاب مقدس، اینا همه هزینه داره و تمام کسانی که ایماندار هستن میدونن که همینجور که در زمانی که عیسی مسیح داشت به مردم بشارت میداد، مردم دارایی‌های خودشون رو میآوردن وسط. کلیسای اولیه هم مطابق اعمال رسولان اگه نگاه بکنیم، مردم با هم نان میشکستن، یعنی هر آنچه که داشتن رو، حتی زمین هاشون رو میفروختن، دارایی هاشون رو میفروختن، چون اونا معتقد بودن ماراناتا،
خداوند به زودی میاد و نقشه الهی اینه که همه مردم به نام پدر، پسر و روح القدس اول ایمان بیاره به نام عیسی مسیح، بعد توبه کنن، تعمید بگیرن به نام پدر، پسر و روح القدس. و اهدافی که خداوند برای اونها گذاشته بود، مأموریت بزرگی که برای کلیسا گذاشته بود همین بوده. من نمیدونم توی ترکیه چه خبره، واقعا من ولی اینجا هم تماس میگیرم و سوال بله. میگیرم و چه سوال ولی خب میخوام واقعا وظیفه‌ام به عنوان یک خادم که اینا رو جواب بشه. آمین. ولی امروز توی اروپا هم همینه، خیلی از خادمان بله همینطوره، همه جای دنیا، همه جای دنیا، توی استرالیا، توی سوئد، توی فنلاند، توی مالزی، خیلی جای زیاد که همه. خواهر جان ما برنامه مون داره تموم میشه، با اجازه خداحافظی میکنیم. یه دعای دو دقیقه خواهر جان برای آخر برنامه و برای تلویزیون ایمان به مسیح و برای عزیزانی که بینندن و عزیزانی که پناهندن. خواهر جان خدای پدر از تو متشکریم، ازت سپاسگزاریم برای وقت هایی که به ما دادی، برای سوال هایی که داده شد. خداوند خدای زنده ازت سپاسگزاریم و ازت میطلبیم آنچه که ما کم گفتیم تو در قلب فرزندانت مکشوف بکن. ای پدر جان به نام عیسی مسیح ازت میطلبم که حمایت تو بر این برنامه تلویزیونی باشه و از سما تو گنجینه های فرزندان تو پر کنی و دست های تو بر روی دست فرزندانت قرار بگیر. قلب های سخاوتمند رو خداوند خدای زنده تو به فراوانی برکت بدی به نام عیسی مسیح. و ازت میطلبم ای قادر مطلق، محبت مطلق، آسمان تو بر روی کلیسا منقش بشه و جلال نام تو بر روی خادمانت اول و ایمانداران و نو ایمانان قرار بگیره. ای عیسی خداوند دهان ما رو همونجور که دهان اشیا رو قال گذاشتی از اون مذبح خودت، اون زغال گداخته رو قرار بده که بلی ما بلی باشه و خیرمون خیر باشه. صدای تو رو بشنویم، آنجایی که تو هدایت میکنی قدم برداریم و آنجایی که تو از سما ما رو صدا میزنی بشنوه. مخصوصا پارسی زبانان رو به حضورت میارم و ازت میترمم تک تکشون رو برکت بدی تا جانهاشون برای تو بتپه، برای هاللویا بنای ملکوت تو، همونجور که کلیسای اولیه با هم دیگه نان میشکستن، در همه چیز با هم سهیم بودن برای آمدن تو. ماراناتا، که تو به زودی میایی و ما ایمان داریم که اون لحظه تو قلب ها رو میبینی و ایمان دارم که اون برکت از سما تو این لحظه بر تک تک کسانیه که این برنامه ها رو تهیه میکنن. ازت متشکرم خداوندا برای تمام عزیزانی که امروز بیننده این برنامه ها بودن و میطلبم که تو قادر مطلق این لیست دعای ما رو برکت بدی. آنانی که تقاضای دعا داشتن ازت میطلبم بچه‌هاتو توی ایران دست مبارکت رو دراز بکنی، زمینشون رو وسعت بدی، برکت مالی و جانی از سما بر زندگی های عزیزان جاری بشه و آنانی که دست نیازشون رو به طرف تو دراز کردن، ایمان دارم تو عیسی مسیح خدای امین و وفادار هستی، دست کسی رو رد نمی کنی. پس برکت، سلامتی و شادی به نام اب، اب و روح القدس با شما نازنینان باشد و بماند. آمین. آمین آمین آمین. میگم خدا رو شکر واقعا برای خداوند و برای خواهر عزیزم که واقعا با پوری قلبش دعا میکنه. عزیزان خدا نگهدار، دوستتون دارم مثل همیشه. خدا نگهدار. فیض مسیح، فیض مسیح باشه. تو من فاصله فرسنگه، دست مرا
شکسته مرهم قلب شکسته دستای تو پیچی تو فضای خونه من وقت رویش جدیده پیشه جوونه من با تو خشکی دست تو تا من فاصله فرسنگه دست مرا بگیر به سمت خود ببر رنگین کمان من قلب من بیرنگه بند دل من برای تو من تا چیزی رو به تو نبینم وعده ای رو بهت نمیدم کردی مرا پیروز در روز قیامت طوفان‌های زندگی توی زندگی‌های ما زیاده مثلا میگم چه طوفانی میگه ما بیمار میشیم نمیدونم بی پول میشیم خدای ما خدای معجزه است ای ساکن جلال اندر و زور تو خدای ما خدای مهیا کننده است از نزد خدای پدر فرشته شد نازل آره منه که در حضور شما هستم و میتونم امروز کلام خدا رو با عزیزانی که شنونده هستن در این لحظه در میون بذارم بزرگترین ثروتیه که خداوند به هر کسی میتونه داده باشه و اون محبت خود خدا مشکلم در